بینندگان عزیز، برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان پزشکان بدون مرز می گویند که سالانه موارد سرخک در افغانستان گزارش داده می شود، اما افزایش امسال در استانهای بلخ، هرات و هلمند نگران کننده است. این سازمان روز چهارشنبه 26 اردیبهشت با انتشار گزارش نوشته است که طی 4 ماه نخست سال 2024 شاید افزایش موارد سرخک در مراکزی که در 3 استان افغانستان اداره و یا حمایت می کند بوده است. این سازمان افزوده که سرخک بسیاری از نوزادان و کودکان خردسال را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که 2 روز پیش آژانس توسعه جهانی ایالات متحده در افغانستان گفته بود که بیماری سرخک در این کشور شیوع داشته و در 3 ماه نخست سال 2024 جان 29 نفر را در افغانستان گرفته است. تغییرات آب و هوایی باعث افزایش مرگ و میر ناشی از گرما و همچنین گسترش بیماری‌های عمدتاً در جنوب قاره اروپا شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سازمان جهانی هواشناسی و آژانس آب و هوایی اتحادیه اروپا کوپرنیک، افزایش دما در اروپا تقریباً دو برابر میانگین جهانی است. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی باعث شیوع بیش از 200 بیماری شده و سیستم ایمنی بدن مردم اروپا را ضعیف‌تر کرده است. دانشمندان می‌گویند اگر اقدامی برای بهبود تاب آوری جوامع اروپایی در برابر انتقال این بیماری‌ها انجام نشود، ممکن است با مشکلی جدی مواجه شوید.